خب پنجشنبه است و 10 خرداد 1403 و یک لایو دیگر با هم هستیم از لایو های نکته‌ای کامنتمون که قراره یه سری موضوعاتی رو که در طول هفته راجع بهش صحبت شده رو با هم دیگه کوتاه صحبت بکنیم. البته که من امروز مردد بودم در برگزاری این لایو، هم به خاطر زمانش و هم شاید به خاطر یه سری موضوعات دیگه، ولی خب دیدم که کوتاه هم شده صحبت بکنم در این خصوص و بعد بقیهش رو به شکل مفصلی موکول بکنیم به یه کارگاهی در این زمینه که در مورد شستشوی سبزیجات و میوه ها به طور کامل براتون صحبت بکنم. خب دیگه گفتم که بیام براتون حرف بزنم و این لایومون پاورجا باشه. خب یه پستی داشتیم این هفته در خصوص شستن سبزی با همین عنوان که من دو تا نکته خیلی مهم رو توش گفتم و گفتم که اول این که سبزی ها رو وقتی که میخواییم برای شستن آماده بکنیم، سعی کنیم که زیاد برشش ندیم، حداقل تکه تکش نکنیم. این مورد خیلی مورد مهمیه. و مورد دوم هم اشاره کردم به این که ببینیم که این میوه و سبزی رو، البته سبزیجات، ببینیم این سبزیجات رو میخواییم چه مصرفی باش داشته باشیم، میخواییم آیا خام بخوریم یا میخواییم بپزیمش. و خب اگر که میخواییم خام مصرف کنیم مثل سبزی خوردن، حتما باید طبق پروتکل کشوری که 4 مرحله شستشو داره این شستشوش رو انجام بدیم. و خیلی ضمنی هم اشاره کردم به 4 مرحله‌ای که باید انجام بشه و بعد به خاطر توضیحات بیشتر گفتم در صورت علاقه مندی اپیزود شماره 2 سبزیجات رو بشنوید که کاملا تاکید میکنم در این اپیزود شماره 2 سبزیجات به این موردا، یعنی به این موارد مهم اشاره شده. باز هم اگر که دوست داشتید میتونید برید بشنوید. البته بعضی از دوستان شاکی بودن متاسفانه، حالا به هر صورت، که چرا لینک میدین، چرا همه رو اینجا نگفتید، که خب نمیشه توقعات رو همه رو به جا آورد. مسلماً توی فرصت کوتاهی که میبینید طبیعت و ماهیت ویدیوهای اینستاگرامی خیلی کوتاهه، در همون مقدار میشه صحبت کرد و فکر میکنم که اصلا همون ویدیو هم گویای همه چیز بود. حالا اگر دوستان دوست داشتن که موارد بیشتری رو بشنون، خب حالا به هر صورت علاقه مندیه دیگه، باید یک وقتی هم بابتش بذارن. همه چی که نمیشه که شسته و رفته همون آن تزریق بشه به ذهنمون، اونم گوش دادنیم، یعنی کار خاص دیگه ای نمیشه براش کرد. به هر صورت روال همچین حالتی بوده. و خب حالا میخواییم ببینیم که اصلا چرا باید میوه ها و سبزیجات رو بشوریم. ببینید خیلی خلاصه این که چه لزومی به شستن داریم ما. اول این که ما میخواییم یک سری ترکیباتی که برامون خوب نیستن رو به واسطه این شستن حذفش بکنیم. مثل چی؟ مثل گلولایش، گرد و غباری که روش هست، مثل میکروب‌هایی که روش هست، مثل انگل‌های احتمالی که همراهش هست و حتی یک سری باقی مانده سموم دفع آفاتی که ممکنه همراه این باشه، یا حتی یک سری ترکیبات دیگه‌ای که مثلا میپیشنوید که میگن که بعضی از سبزیجات نیترات بالایی دارن. خب شاید این شستشوی ما کمک بکنه به حذف بخشی از این ترکیباتی که نمیخوایم اضافه وارد بدنمون بشه یا اضافه تر از میزانش الان توی اون سبزی هست. خب حالا ما شستشو رو با چی انجام میدیم؟ شستشو طبیعتاً یا با، البته حتماً پایه آب رو ما داریم، ولی خب خیلی وقتا آب کفایت نمیکنه و اینجا پای ترکیبات دیگه به وسط میاد. که حالا چرا این ترکیبات رو استفاده میکنیم؟ چون آب قادر نیست که میکروب های بیماریزا رو از بین ببره. آب شاید قدرت کافی نداشته باشه که برای ما انگل زدایی بکنه. آب فقط میتونه یک سری ترکیبات ظاهری، اجرام خارجی مثل گلولا یا اینجور چیزایی که چسبیدن به این سبزیه برای ما حذف بکنن، نه بیشتر. حالا با این که باز با وجود این که
این را هم در نظر میگیریم. آب هم بار میکروبی رو یک مقدار کم میکنه، ولی ما منظورمون حذف همه میکروب ها که نیست، ما فقط از میکروب های بیماریزا میترسیم و اینجا برای اطمینان از میکروب های بیماریزا میایم چه استفاده میکنیم؟ همین محلول های ضد عفونی کننده، محلول هایی که باکتری های مضر رو بیماریزا رو برای ما میکشن و به ما ایمنی و سیفتی میدن که الان این سبزیه آماده مصرف هست برای خوردن. ولی خب اینجا بحث انگل ها هم پیش میاد. ببینید این انگل ها خیلی موضوع حساسی شده توی ایران، به خاطر اینکه حالا طبق اعلامی که شده آبیاری سبزیجات با یه سری آبهایی صورت میگیره که خب اینها منشأ آلودگی به انگل ها رو به وجود میاره و خب برای اینکه این انگل ها هم اذیت کننده هستن و طبیعتاً میتونن برای ما مشکلات جدی رو به وجود بیارن، ما باید حواسمون به این مورد مهم باشه. محلول های ضد عفونی کننده نمیتونن انگل ها رو بکشن و از بین ببرن. پس حالا چی کار بکنیم؟ طبق پروتکل کشوری که اعلام شده، ببینید من راجع به این پروتکل کشوری و استفاده از این مایه ظرفشویی اصطلاحاً که باب شده و هم اسمش رو میدونیم، من خودم شخصاً مخالف هستم، ولی خب من در جایگاهی نیستم که بخوام در خصوص پروتکل کشوری نظر بدم. پس روی همون روال پروتکل کشوری عمل میکنیم و توی پروتکل کشوری هم گفته شده چی؟ گفته شده که 3 تا 5 قطره مایه ظرفشویی رو بریزید توی 1 لیتر آب و سبزی ها رو بذارید توش و حدود 5 دقیقه بهش فرصت بدید و بعد آب کشی این مرحله رو داشته باشید، آب کشی مرحله انگل زدایی. حالا این مایه ظرفشویی اینجا چی کار برای ما میکنیم؟ این میاد فقط لیز میکنه، لیز کردنی که باعث میشه که این تخم انگل های احتمالی که در این سبزی وجود داره و چسبیده بهش، اینو بره ته ظرف تهنشین بشه. این کارو برای ما میکنیم، صرفا همین کارو. ولی خب اینجا یه سری موضوعات پیش میاد که خب این مایه ظرفشویی اصلا اینجا چه سنخیتی داره که روی سبزی باشه؟ منم این حرفو میزنم و احتمال نفوذ به سبزی داره، منم این حرفو میزنم و احتمال نفوذش کی بیشتر میشه؟ وقتی که ما رعایت نمی کنیم بیشتر از 3 تا 5 قطره در 1 لیتر استفاده می کنیم، وقتی که رعایت نمی کنیم سبزی رو تکه تکه می کنیم، برش می دیم. همه این برش دادن ها، ببینید اینجا خیلی نکته مهمیه، لطفاً دقت بکنید. اینقدر که من تاکید دارم که سبزی رو تکه تکه نکنید و برش ندید، به خاطر اینه که نه تنها اون ترکیباتی که حالا بگیم مایه ظرفشویی یا حالا هر چیزی میره توی خورد سبزی از طریق اون برش ها، که حتی این تخم انگل ها هم میتونن وارد خود بافت سبزی بشن. به این نکته دقت داشته باشید، این خیلی مهمه. بعضی از تخم انگل ها اونقدر ریز هستن که مطالعات نشون دادن که حتی میتونن از روزنه سبزیجات سطح اسفناج واردش بشن. من اینو توی پادکستم هم گفتم، لطفاً گوش بکنید. پس وقتی که اینقدر تخم انگل های ریزی هم احتمال وجودش هست، پس این برش دادنه خیلی داره کار رو ناجور میکنه برای ما. ما میاییم از یه طرف یه کار مثبت انجام بدیم، 2 تا کار منفی بهش اضافه میکنیم. پس لطفاً سبزیجات رو که دارید این مرحله رو روش انجام میدید، حد المقدور کم برشش بدید، سطح تماس مناطق برشش رو با آب کم بکنید. اینا هم امکان پذیره ها، نگید که نمیشه، چون بعضی از دوستان نوشته بودن که مگه میشه که سبزی خوردن رو ما پاک نکنیم و اول بشوریم؟ ببینید میدونید که الان سبزی هم توی ایران هم خیلی ترتمیز عرضه میشه، مثل قدیما نیست، یا حالا اگرم باشه کمه، یا اونایی که حالا زیاد میگیرن میرن از به شکل قدیم میگیرن. الان دسته های ترتمیزی توی سبزی فروشی ها میبینیم هست، اونا رو گلولای اولیش رو میگیریم و همون شکل به همون شکل دسته ای مرتب
آب میگیریم، زیر آب میگیریم، زیر آب روان میگیریم، بعد میذاریم توی یک ظرفی. ببینید حالا هر چیزی، چه ریحون باشه، چه جعفری باشه، چه حالا هر چیز دیگه ای، میذاریمش توی یک ظرف بزرگی که پر آب کردیم، یک کاسه بزرگی، حالا هر چیزی که دارید، به همون شکل دسته ای بذارید توش تمام مراحل شستشو رو که انجام دارید، بعد وردارید و ببریدش، تیکه تیکش بکنید هر جوری که دوست دارید. تربچه و پیازچه ای که توی سبزی خوردن هست، خیلی همون از بچگی دیدیم، منم دیدم، که موقعی که میایم سبزی رو پاک میکنیم برشش هم میدیم و بعد میشوریم. این اصلا کار درستی نیست. ببینید، بازم تاکید میکنم لطفاً این نکته های ریز رو که بهش توجه نمیشه، فقط یه پروتکل کشوری داده شده و میگن طبق اون عمل بکنید، اینها ریزه کاریاشه که باید با رعایت اینها اون موارد پروتکل کشوری انجام بشه. به خاطر این بود که من تاکید داشتم که برید حتما اپیزود شماره 2 سبزیجات رو گوش بکنید که من دقیقاً به این موارد اشاره کردم و فکر نمی‌کنم جای دیگه هم نشنیدم که کسی در مورد اینها صحبت کرده باشه. حالا به هر صورت اینا چیزایی بود که به ذهن خودم رسید و روی همین موضوع که من آخه یه اپیزود شماره 1 هم داشتم که سرسختانه گفته بودم که من مخالف استفاده از مای ظرفشویی هستم، دلایلم هم گفته بودم و بعد دوستانی پرسیده بودن که خلا شما مخالفید، راهکار چیه؟ که باعث شد که من اپیزود شماره 2 رو ضبط بکنم و بگم که طبق همون پروتکل کشوری عمل بکنید، اما منوط به رعایت این مراحل. یه چیزی که دوستان میپرسن، میگن که ما فقط با مایع ظرفشویی میشوریم، پس فلسفه استفاده از مایع ظرفشویی رو متوجه شدیم. لطفاً دیگه از این صحبت‌ها نداشته باشیم که فکر کنیم که با شستن سبزیجات فقط با مایع ظرفشویی حل و دیگه مشکلی نداریم. اتفاقاً اصلاً حل نیست. مایع ظرفشویی گفتیم فقط کار لیز کردن اونجا داره برای ما انجام میده، هیچ میکروب زدایی برای ما نمی‌کنه. اگر احتمالاً اون آلوده به میکروب های بیماریزایی باشه، طبیعتا من با خوردنش در معرض مسمومیت ها و عفونت های غذایی قرار میگیرم، پس به هیچ وجه این کار رو برای ما انجام نمیده. تأکیدن آیا جوش شیرین و سرکه و آبلیمون جوش شیرین و سرکه و نمک میتونه این کار رو برای ما انجام بده یا نه؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه اینا کار ضد عفونی کردن برای ما انجام نمیدن. اینم از این تکلیفش مشخص باشه. یه کارهای خوبی برای ما انجام میدن. مثل چی؟ مثلا بعضی از ترکیباتی که میتونه روی سبزیجات وجود داشته باشه، مثل سموم دفع آفات، مثل در بعضی موارد نیترات اضافه‌ای که بعضی از سبزیجات دارن. مطالعات نشون داده که استفاده از مثلا سرکه و نمک میتونه در کاهش اینها مثبت عمل بکنه، همونطوری که شاید توی پستای مربوط به توت فرنگی که جدیدن خیلی اوقا به پا کرده بود شنیده باشید یا دیده باشید، که مثلا نشون دادن که یا همکارا میگن که استفاده از نمک، آب نمک و سرکه، حالا به غلظت 3% که یه مطالعه خاصی این رو نشون داده، میتونه باعث کم کردن این سموم مورد استفاده برای توت فرنگی بشه. اما این داریم از سموم صحبت میکنیم، صحبت از میکروب زدائی نیست، ضد عفونی کردن نیست. درسته که سرکه یک ماده میکروب کشه. میکروب کش از چه نظر؟ از نظر این که وقتی ما داریم ترشی درست میکنیم، سرکه رو فقط میریزیم، نه اینکه برداریم یه مقدار سرکه رو قاطی آب بکنیم. سرکه خودش اسید استیک خالص که نیست که، سرکه خودش محلول رقیق شده یه اسید استیکه، یه مقدار کمی توی سرکه اسید استیک وجود داره. حالا فکر کنیم ما بیاییم اونم دوباره بریزیم توی آب، مگه چقدر پی اچ رو میاره پایین که تحت تاثیر قرار بده میکروب‌های پاتوژن رو؟ و همینطور نمک هم همینطور، مگه ما چه غلظتی از آب نمک داریم درست میکنیم که با اطمینان بگیم که این میکروب زدایی کرد؟ الان به هیچ وجه پس به این موارد فکر نکنید. و حتی جوش شیرین، جوش شیرین و مثلا نمک و همینطور سرکه، ببخشید، جوش شیرین و سرکه کار تغییر پی اچ رو انجام میدن و از طریق تغییر پی اچ میتونن روی
مرگ میکروب ها تاثیر بذارن، که اونم گفتم اصلا تاثیرش اونطوری نیست که به ما اطمینان بده. نمک هم به خاطر اینکه همه میکروب ها نمک دوست نیستن، بعضی از میکروب ها هم که بیماریزا هم هستن نمک دوستن، اتفاقا خیلی هم خوب میتونن توی محیط نمکی رشد بکنن. این برمیگرده به میکروبیولوژی مواد غذایی. که پس میخوام اینو بگم که فکر نکنید که با نمک و سرکه و جوش شیرین و اینجور چیزا ضد عفونی کردنی داره صورت میگیره. پس طبق پروتکل کشوری عمل میکنیم. مرحله اول شستشو، یعنی گرفتن گلولای اولیه با شستشو زیر آب روون. بعد مرحله انگل زدایی انجام میشه. انگل زداییش گفتیم که 3 تا 5 قطره مای ظرفشویی، متاسفم که میگم ولی پروتکل کشوریه، در 1 لیتر آب. سبزی ها رو به مدت 5 دقیقه میذاریم توش بمونه، آب کشی میکنیم و بعد ضد عفونی کردن رو داریم. و این ضد عفونی کردن با استفاده از همون محلول های ضد عفونی کردن میوه ها و سبزیجاتی هست که توی داروخانه ها هم هست، میتونین ازش استفاده بکنین و طبق دستورالعملش مصرفش کنین. و البته که خب اگر پودر پرکلورین هم داشته باشید، پودر پرکلورین 70% هم میشه استفاده کرد، ولی خب یه خورده سخت اندازه گیریش و باید مثلا نصف یک قاشق چایخوری رو مثلا بریزیم توی 5 لیتر آب. استفاده از همون محلولای ضد عفونی کننده میوه و سبزی خیلی راحت تره. پس اینم از این موضوع. و بعد مرحله نهایی هم آب کشی با آب کافی که مطمئن بشیم. مثلا امروز یه کامنت داشتیم که یکی از دوستان نوشته بودن که من بعد از اینکه این محلولای ضد عفونی کننده میوه و سبزی رو استفاده میکنم احساس میکنم که این بوش توش مونده، بو توی سبزیه مونده. منم گفتم یا شما زیاد استفاده کردید یا میوه یا سبزیتون رو زیاد برش دادید که این خیلی نفوذ کرده توش، زیادم استفاده کردید، یا مرحله نهایی شستشوتون رو خوب انجام ندادید، یا اینکه موقع استفاده حالا این بوی اون محلول ضد عفونی اونجا پیچیده و حالت خوشبینانه نشین که شما این بو رو دارید از فضا استشمام میکنید و میگیرید. حالا من نمیدونم این منظورشون کی بود، موقع خوردن بود یا همون موقع بعد از شستشو بود، اینا محتمله. پس اگر طبق دستورالعمل خود اون محلول ضد عفونی کننده عمل بکنید این موارد پیش نمیاد. اونها کاملا طراحی و فرموله شدن برای این کار که طبق رویهشون استفاده بشن و اون کارایی رو برای ما داشته باشن. بازم نوشتید بهترین ضد عفونی کننده آب، نمک و سرکه. خب اگه دوست دارید اینطوری عمل بکنید. من الان چی گفتم؟ اگه از من که متخصص این کار هستم نظر من رو میپرسید، گفتم که آب نمک و سرکه هیچ کار ضد عفونی کردنی انجام نمیده. حالا اگر شما فکر میکنید انجام میده، انجام بدید، هر طور دوست دارید عمل کنید. سوال میشه من جواب میدم، هیچ الزامی به قبولش نیست. خب و اما یه نکته مهمتر، این که این مراحل شستشوی 4 مرحله‌ای مربوط میشه به سبزی‌ها و میوه‌هایی که خام خورده میشن. گرچه که باز من این پست رو گذاشتم و دوستانی نظر دادن که چرا شما این حرفا میزنید، حتی برای سبزیجاتی که پخته میشن هم باید انگل زدایی انجام بشه. درسته، منم قبول دارم توی پروتکل کشوری همچین چیزی رو نگفته که اینا فقط برای سبزی خوردن باشه، برای سبزی پخته این کارو نکنی. اما به یه دلیل من اینطوری فکر میکنم، به خاطر اینکه وقتی که من صحبت از پخت ماده غذایی میکنم، منظورم پخت کامله، منظورم حرارت دهی مناسب و کافیه. یعنی مثلا ما این سبزی رو میریزیم توی آش، برای آش قشنگ میجوشه، قلقل میزنه، حرارت میبینه. یا مثلا میخواییم سبزی سرخ بکنیم، قشنگ حرارت میبینه. یا داریم باش کوکو درست میکنیم، قشنگ حرارت کافی رو توی اون مدت زمان پخت کوکو میبینه.
پس اینجا هم تمام انگل ها از بین میرن و هم تمام میکروب های بیماریزای احتمالی موجود در اون. انگل هایی که ما ازشون میترسیم، یه چند تا انگل خیلی مهم هستن که اینها با همچین حرارت های از بین میرن. اما برای چی حالا این دوستان همچین نظری داشتن و گفتن چرا مثلا من تاکید کردم که انگل زدایی برای این مرحله انجام نشه؟ برای اینکه وقتی که پروتکل کشوری این رو نظر میده، دیگه نمیاد برای مخاطب بگه حرارت دادن یعنی چی، حرارت کافی رو نمیاد تعریف بکنه براشون، میگه خام پخته. چون ممکنه یه نفر مثلا برداره یه سبزی رو در حد تفت چند ثانیه‌ای برداره استفاده بکنه، فکر کنه که این مرحله پختنه. نه، این مرحله پختن نیست. اگر من مثلا دارم یه چیزی رو تفت میدم، یه سبزی رو ور میدارم، همون آن میریزم توش و چند ثانیه‌ای یک دقیقه‌ای میذارم بمونه و بعد برش میدارم، این حرارت کافی این اطمینان رو به من نمیده که انگل‌ها از بین رفته باشن. نه، منم حرف از این نمیزنم. اگر که پست رو ببینید، تأکید کردم توی صحبتام که حرارت کافی، حتی توی قسمتی پرانتز هم باز کردم جدای از حرفی که دارم میزنم، توی پرانتز توی قسمت هایلایتش توی ویدیو نوشته شده حرارت کافی، یعنی حرارت کافی باعث از بین رفتن این انگل های احتمالی میشه که توی اون سبزیه میتونه وجود داشته باشه. پس اینم تکلیف این موضوع. ببینید، اگه قرار بود با حرارت از بین نره، پس این گوشتایی که ما میخوریم هم مورد دارن، پس این شیری که ما میخوریم، شیر پاستوریزه، هم پس مورد داره، چون احتمال این انگل ها توی اینجور چیزا هم هست. توی گوشت خیلی زیاده، توی اما احشای داخلی دام که ما میخوریم، اما احشای خوراکی دام که میخوریم، دام و طیور، احتمال این انگل ها وجود داره. روی گوشت خیلی زیاده. برای چی اینقدر تاکید میشه که گوشت رو خوب بپزید؟ این انگل ها همون انگل ها هن. چرا همون انگل ها هن؟ به خاطر اینکه از مگه نمیگیم که مثلا اینا با آب های فاضلاب ممکنه که حالا یه با آبیاریش، یعنی که اون آب آبیاریشون با اینا در تماس بوده باشه، یا حالا از همچین کودایی استفاده کرده باشن، اینا مربوط میشه به همون انگل ها. اینجا که انگل عجیب غریب تری نیست که. پس اگه اینطوری باشه با حرارت پخت بخواد از بین نره، پس اونجا هم با حرارت پخت از بین نمیره توی گوشت و اینجور چیزا. پس پخت، حرارت کافی، این انگل های احتمالی موجود در سبزیجات رو از بین میبره. حالا این از من بود که گفتم، باز شما هر طور که دوست دارید میتونید انجام بدید، انتخاب با شماست. اینم از این. و ببینید، این مرحله انگل زدایی که حرف از مایه ظرفشویی یا اینجور چیزا بود، توی ایرانه. طبیعتا اینجا که من زندگی میکنم هم از این حرفا نیست، دوستانی که خارج از کشور هستند هم از این حرفا نیست، فقط مرحله ضد عفونی کردن دارن. و حالا تأکیدی که توی ایران هست به خاطر شرایط خاص آبیاری سبزیجاته، و این سبزیجات هم شامل هر سبزی که تماس با خاک داره میشه. حالا مثلا از کاهو گرفته چیزای دیگه‌ای که میپرسید و مثال میزنید هم میشه. پس دوستانی که خارج از کشور هستن یا مثلا میگن که این مرحله انگل زدایی رو ما اینجا نداریم، چون حالا اونجایی که داره این سبزی ها داره تولید میشه، میدونن که این اطمینان و سیفتی رو میتونن به مصرف کننده شون بدن که این خطرها در اون حدی نیست که نیاز به انجام همچین مرحله‌ای باشه. حتی CDC و FDA امریکا هم استفاده از هر گونه شوینده‌ای رو برای این سبزی و میوه منع کردن، یعنی غیر قانونیه استفادهش، یعنی غیر قانونی منظورم اینه که درست نیست. خب و
به خاطر اینه که میگم برید پادکست شماره 2 سبزیجات رو گوش بکنید. در مورد اینا همشون من توی این اپیزود صحبت کردم. بازم تاکید میکنم در صورت علاقه مندیتون، در صورتی که حوصله شنیدنش رو داشته باشید، وگرنه همین مواردی که اینجا گفتم و حتی همون یک دقیقه و خورده‌ای که توی ویدیو صحبت کردم فکر میکنم گویای همه چیز بوده و کفایت میکنه برای دوستانی که حوصله گوش دادن به موارد بیشتر رو ندارن. خب آهان، چی نوشتی؟ یکی از دوستان نوشتن که والا اینجا که من میبینم مردم میوه از سوپر میخرن نشسته میخورن. اول صحبت هم گفتم ما برای چی میشوریم این رو؟ به چند دلیل. گرد و خاک اولیش گرفته بشه، میکروب زدائی بشه. چه میکروبایی؟ نه همه ای میکروب ها، همه ای میکروب ها که بیماریزا نیستند، میکروب های بیماریزا. و این میکروب های بیماریزا هم ما نمیگیم حتما روی اون میوه وجود داره، حتما روی اون سبزیه وجود داره. ببینید احتمال وجودش هست. دلیل بعدیمون ترکیباتی که میتونه روی اون نشسته باشه. مثل چی؟ مثل آلاینده های مختلفی که توی محیط هست، از سرب و ترکیبات دیگه و از سموم دفع آفاتی که ممکنه روی اون باشه گرفته، هر چیزی ممکنه که روی اون نشسته باشه. اینم هست توجه داشته باشیم. من اگر وردارم یه سیبی که آلوده به این هاست رو بخورم، اگر میکروب بیماریزا نداشته باشه، اگر انگله رو نداشته باشه، من هیچ طوری نمیشه. اگر اون میوه حتی آلوده به آلاینده هایی باشه، مثل همین آلاینده های محیطی، اصلا مثل همون سر، مثل ترکیبات مربوط به آلودگی هوا، مثل ترکیبات سموم دفع آفات وجود داشته باشه، مگه اینها همون آن منو مسموم میکنه؟ کی گفته همچین چیزی رو؟ اگه اینطوریه که پس من هر روز دارم که یعنی فضای بیرون آلوده دارم راه میرم، من پس باید بیام خونه مسموم شم؟ مگه اینا مسموم میکنه منو؟ من این سیبه رو میخورم هیچ طوریم نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میکروب بیماریزا خوششانس بودم روی این وجود نداشته، انگل خوششانس بودم روی این وجود نداشته. اما اگر بقیه آلودگی ها هم وجود داشته روش، که حتما هم وجود داره، اینا وارد بدنم شده، رفته جایی که باید ذخیره بشه ذخیره شده، کارش رو ریز ریز انجام میده در کنار تمام ترکیباتی من دارم در طی روز وارد بدنم میکنم و اصلا هم حواسم نیست. نمونهش همون نمک های صورتی و آبی و اینجور چیزاست که هفته پیش راجع بهش صحبت کردم. وقتی میخورم اونا رو مگه متوجهم که دارم ترکیبات مضر سرطانزا وارد بدنم میکنم؟ نه. مگه همون آن خودش رو نشون میده؟ نه. اینم حکمش همینه. اگه دوست دارید عامیانه بهش نگاه بکنیم، آره من یه میوه هم برمیدارم میخورم هیچ طوریم هم نمیشه، اصلا چه لزومی داره بشورمش نشورمش؟ باز انتخاب با شما. پس دقیق بهش نگاه بکنیم. همینطوری نه، خیلی کارهایی که ما الان انجام میدیم قرار نیست که همون آن ما نتیجهش رو روی سلامتمون ببینیم اتفاقی برامون افتاد. آروم آروم، کوتاه کوتاه، یه کارهایی که باید انجام بشه انجام میشه. خب اگر ندانسته، سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوشحالم که در کنارمون هستید. ببخشید من چند دقیقه آخر لایوتون رو خارج شدم، خیلی هم بحث جالبی بود، حالا بعد انگوش میکنم. خب اگه نادانسته بخوریم قبول و چیزی نمیشه قبول. خب آره نادانسته بخوریم هیچ طوریمون نمیشه، منم گفتم. چه بسا این که خیلی همونم خیلی از این میوه ها رو خوردیم و طوریمونم نشده. این دیگه برمیگرده اون یواش یواش ریز ریز کار کردن هم برمیگرده به این که
چقدر من در معرض اینجور چیزا هستم. نه تنها از خوردن، از نفس کشیدن، از دود سیگار، از آلودگی های محیطی، از چیزایی که رعایت نمی کنم، از فست فودایی که می خورم. ببینید همه اینا دیگه کم 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 وارد بدنمون میشن و آروم 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 کاری که باید بکنن رو انجام میدن. مگه من از اینا نمیخورم؟ منم مثل شما میخورم. مگه من توت فرنگی نمیخورم؟ منم میخورم. من توت فرنگی مجزا از چیزی که شما میخورید و که نمیخورم، همون توت فرنگی است. پس طبیعتاً یه ذره از اون سمومم وارد بدن من میشه، اما خب من بقیه چیزایی که میتونم رعایت بکنم رو رعایت میکنم. همین توت فرنگی رو هم کاری میکنم که تا جایی که میتونم سمش گرفته بشه، اما نه اینکه بگم نمیخورم. که اینطوری آقای دکتر قبول دارین حرفم رو یا نه؟ نمک فقط تصفیه شده باشه، نمک فقط تصفیه شده باشه، نمک رو فقط به چشم نمک بهش نگاه بکنیم و انتظار دیگه ای ازش نداشته باشیم. نمک فقط قراره که، نمک رو برای چی استفاده میکنیم شما؟ نمک رو استفاده میکنیم که غذامون رو خوشمزه بکنیم و همون نمک تصفیه شده بهترین کار رو داره برامون میکنه. این که الان من از این پتاسیم میگیرم، من ازش کلسیم میگیرم، آهن میگیرم و این چیزا میگیرم، آره میگیرید، در کنارش چیزای دیگه هم میگیرید، همون چیزایی که همون آن خودش رو نشون نمیده. هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم، همون چیزایی که میره ذره ذره در بدن من جمع میشه و بعد از یه جایی میخورم که متوجه نشدم، نمیشم که از کجا خوردم. کی دیگه فکرش به نمک میرسه؟ اتفاقا میگن کار خوبی کردی که نمک آبی و نمک صورتی خوردی. خب الان چای بخوریم یا نخوریم؟ چرا نخورید نوش جانتون؟ کی چای رو من کرده؟ نمک دریا هم ببینید، نمک دریای تصفیه شده، بله چرا که نه. چون تو این هفته یکی از دوستان یه سوالی پرسیده بودن که روی این بسته‌بندی نمک ها هم نوشته نمک تصفیه، نمک دریای تصفیه شده. این خب نشون میده که منشأ این نمک تصفیه شده نمک دریا بوده، تصفیه شده است. اما نمک دریایی که میرید از عطاری میخرید و بهش میگه که میگه که 100 تا خاصیت داره و چیزای دیگه توش داره و نرو نمک تصفیه شده رو بخر، اگه از همچین افرادی میگیرید این نمکای بینام و نشان دریا رو، آره اونا خیلی مضرن. بازم از ما گفتن، بازم دوست دارید رعایت نکنید. مرسی آقای دکتر، مرسی از تایید شما، ممنونم که همراهمون هستی. و در مورد شستشوی میوه ها هم این شیوه صدق میکنه. ببینید میوه ها هم این شیوه صدق میکنه. میوه هایی که بیشتر، ببینید همین دیگه، این انگله میاد این وسط کار خرابی میکنه. بیشتر میوه های بوته ای که با خاک در تماسن، بیشتر اینا میوه هایی که درختیان، خب طبیعتاً احتمال اینکه انگل اون بالا بره که کمه دیگه، قبول دارید یه مقدار روش بکنیم. انگل هایی که داریم در موردشون صحبت میکنیم و ناشی از فاضلاب و ناشی از اون مواردی میشه که راجع بهش صحبت کردیم، در مورد میوه ها هم تکلیفشون اینه. ولی خب در میوه هایی که با خاک در تماس دارن و بوته‌این، سعی کنید که همین پروتکل کشوری رو رعایت بکنید. به هر صورت چیزیه که گفته شده و ما هم تابعیم. خب فکر میکنم گفتم گفتنی ها رو. البته که میگم در مورد اینا خیلی مباحث زیاده، طوری که دوست دارم حتما هماهنگ میکنم که یک کارگاهی اگر که دوست داشته باشید برگزار بکنیم راجع به حتی میوه های خشک هم صحبت بکنیم. میوه های خشک یا نات
مغزها که باید شسته بشن قبل از خوردن یا نه، اینا هم بحثای جالبیه. یا خیلی سوال میپرسید در مورد خیلی از سبزیجاتی که مثلا مثل گل کلم، کلم بروکلی، کاهو، که اینا رو برگ برگ بکنیم کاهو رو یا نه. بله حتما کاهو رو برگ برگ بکنیم، اما خوردش نکنید اول، همونطور که گفتم یک اصله. تو رو خدا نسبت به این ویدیوهایی که من میذارم، مخصوصا ویدیوهایی که مربوط به لایو نها، این ویدیوهایی که غیر لایویان، ببینید تمام جملات اونا و کلماتشون معنا داره. من سعی میکنم کلمه و جمله ای رو بی ربط نگم و اضافه نگم. وقتی که میگم برش ندید، تکه تکه نکنید، این یک اصل مهمه، این یک اصل مهمه. وقتی میگم ببینید خام میخورید یا پخته، اگر خام این موارد رو رعایت بکنید، اگر پخته احتیاجی نیست مثلا این دوتا مرحله رو انجام بدید. گفتنی ها رو گفتم، همون حرفای اول لایف که بعضی از دوستان میگفتن چرا لینک میدید، چرا هرچی میخواید بگید رو اینجا بگید. سیستم من اینطوریه متاسفانه دیگه. و آیا میشه به دوره کارنس سموم اعتماد کرد؟ ببینید من نمیتونم راجع به این موضوع نظر بدم، باید این رو از افراد متخصص مربوطش سوال بکنید. من همون چیزهایی که مربوط میشه به مصرفشون و اون چیزی که مثل همین پروتکل کشوری داره میگه میتونم نظر بدم. در مورد بعضی از مثلا میوه ها، مثل همین توت فرنگی که میگم خیلی صحبتش شده بود، خب ظاهرا مثل این که شاید بنابه نوع میوه شاید قابل اعتماد نباشه و مشکل باشه این موضوع رعایت کردنش. ولی خب در مورد بقیه این موارد من در تخصصم نیست که بخوام نظر بدم. لطفاً از متخصصین مربوطش سوال بکنید. ولی اون چیزایی که میگن به این روش، به این طریقه بشوریدش، استفادهش بکنید، این کارو بکنید برای کم کردن احتمالات مربوط به باقی مانده این سموم، اینها رو که بهتر رعایت بکنید. شستشوی کرم بروکلی، بذارید این کرم بروکلی رو هم بگم، خیلی میپرسید. ببینید کرم بروکلی، گل کلم، اینها هم توی ایران طبق پروتکل کشوری باید عمل بشه روش. پس اگر بر طبق اون بخوایم عمل بکنیم چه کار میکنیم؟ اینا رو طبق همون رویه باید روش انجام بدیم. اما یه کار دیگه هم میشه کرد و اون کار اینه که بعد از آبکشی اولیه، مثلا فکر کنید گل کلمه، گل کلم اول اون مغزش رو، سرش رو، چی میگن؟ نمیدونم، در میاریم که گلاش باز بشه. این گلا که باز شد، یه آب و جوش میاریم و اینا رو میریزیم توی یک سبدی. از این سبدهای فلزی هست که مثلا برای بخار پز کردن سبزیجات ازش استفاده میکنیم. یه حدود یک دقیقه بذارید توی این آب جوش بمونه، سری درش بیارید و بعد بذارید توی آب یخ. این کار که حالا اسمش به نوعی بلانچ کردنم هست یه سری کارا برای ما انجام میده، میتونه توی این زمینه هم برای ما مؤثر باشه. از نظر اینکه مثلا اگر
شما میگید که جونوری چیزی وجود داشته باشه یا احتمالا تخم انگلی وجود داشته باشه لابلای این گلهای ریز، اینو میتونه از بین ببره. این روش خوبیه. اگرم که طبق پروتکل کشوری بخواید عمل بکنید که بازم حتما انجام دادن، این رویه تایید شده دیگه، طبق اونم میتونید انجام بدید. فقط اینکه اونجا چون در تماس با ایناست زیاد سعی بکنید که برش ندید و تیکه تکش نکنید و خیلی محتاطانه به سبکی که خودتون فکر میکنید که بهتره با توجه به نکته هایی که گفتم اون شکلی عمل بکنید. پس این روش فرو کردن توی آب داغ هم روش خیلی خوب و موثریه. من خودم این کار رو انجام میدم و به شما هم این روش رو گفتم که میتونید انجام بدید. بعضی وقتا مثلا گل کلم رو میبینید که روش یه مقدار خاکی هم هست، کثیفه، یه همچین حالتی هم ممکنه که روی گل کلم ببینید. اون هم میتونید با فرچه مخصوص سبزی که داری با همچین فرچه هایی تمیز بکنید. من خودم این کار رو میکنم. اینم از این. یعنی قبلش با آب نشوریم. چی رو با آب نشورید قبلش رو؟ همه چیزی که شستنش بر پایه آبه. متوجه نشدم. یعنی ما یه ظرفشویی نریزیم دیگه. برای چی؟ برای گل کلم؟ برای کلم بروکلی؟ اگر که میذارید فرو میکنید توی آب داغ، حالا شما بذارید مثلا بیشتر از یک دقیقه بمونه. بذارید یک دقیقه و نیم بمونه توی آب داغ. سری درش بیارید و فوری توی آب یخ فرو ببریدش. این مرحله دومش هم مهمه. اگر که این کارو میکنید آره کفایت میکنه، برای تخم انگل کفایت میکنه. آب داغ، آب جوش، دمای آب مهمه ها. آب ولرم نباشه که فکر کنید آب ولرمه. این نکته ها نکته های مهمیه. من در انگلیس زندگی میکنم، فکر میکنم اینجا سبزیجات نسبت به ایران تمیزتر باشه. من فقط با آب میشورم. آیا اشتباه میکنم؟ چطور باید تمیز کنم سبزی رو؟ ببینید، من نمیدونم که سیستم عرضه سبزی اونجا به چه شکلیه. بعضی وقتا سبزی ها اصلا به شکل آماده مصرف عرضه میشن. چه بسا اینکه اینجا هم هست بعضی از سبزیجات آماده مصرف هست، مثل مثلا سبزی خوردنی که توی ایران هم هست که پاک کرده و ترتمیز مثلا میگن که آماده مصرف و نیازی نیست کاری روش انجام بدید. اینجا هم سبزیایی هست که این سیستمیه، اما بقیه سبزیجات رو بهتره که شما ضد عفونی کردن رو انجام بدید. فقط مرحله ضد عفونی کردن کفایت میکنه. اگر که میگم شرایط مثل ایران رو ندارن، خب شرایط مثل ایران که گفته شده که بر طبق پروتکل کشوری عمل بکنید و انگل زدایی رو حتما انجام بدید، اونجاها همون محلول ضد عفونیشون، همون محلول گند زداشون که استفاده میکنن این کارها رو انجام میده. چه بسا این که حتی توی ایران هم فکر میکنم ما محلول های گند زدایی مثلا دو مرحله‌ای هم دو کاره هم ببخشید داریم که هر دو تا مرحله رو انجام میدن. باید روی برچسبش رو ببینید که این محلول چه کاری رو انجام میده. فقط ضد عفونی کردن، میکروب کشی رو انجام میده یا انگل زدایی هم انجام میده. و امیدوارم که این همکاران متخصص شیمیست و داروساز به هر صورت یه فکری برای این محلول انگل زدایی بکنن و یه فرمولاسیونی ارائه بدن که این مشکل استفاده از مایع ظرفشویی به این شکل حل بشه. چون قبول داریم دیگه مایع ظرفشویی مثلا غلظتاش با هم دیگه فرق میکنه. یکی میاد بریزه مگه حالا همون 5 قطره رو میریزه؟ یا قشنگ 1 لیتر آب رو در نظر میگیره اون 5 قطره رو میریزه؟ ممکنه همینطوری بریزه. ایناش همچین پذیرفته نیست از نظر من. میگم این نظر منه ها، من کسی نیستم که در بخوام نظری راجع به پروتکل کشوری بدم. من فقط نظرم رو گفتم به عنوان کسی که یه سری از مسائل رو میدونه و اون موارد دیگه هم که میگم توی پادکست بهش اشاره کردم و جای دیگه ای نشنیدم در موردش، اونها هم نظر خودم بود. باز اگر فکر میکنید که نظر من اشتباهه و نظر شما درسته، همون کار خودتون رو انجام بدید.
باز میگن یعنی مایع ظرفشویی نریزیم دیگه. ببینید من الان گفتم مایع ظرفشویی نریزید، من الان گفتم طبق پروتکل کشوری عمل نکنید، چرا از حرفای من همچین برداشتی میکنید؟ من گفتم طبق پروتکل کشوری عمل بکنید که اونجا هم مایع ظرفشویی داره، نوشته که 3 تا 5 قطره در 1 لیتر آب استفاده کنید و بعد مراحل بعدی. اما لطفاً به این اماش دقت بکنید، لطفاً اپیزود شماره 2 سبزیجات من رو گوش بکنید. در ابتدای صحبت هامم گفتم پروتکل کشوری رو عمل بکنید، 4 مرحلهش رو، در کنارش یک سری نکات مهم رو رعایت بکنید. مهمترین موردش این بود که سبزی رو تکه تکه نکنید، برشش ندید. این مهمترین نکته است. بقیه این موارد رو بشنوید از پادکسته یا این لایو رو از اول گوش بکنید. پس من نگفتم که برخلاف پروتکل کشوری عمل بکنید. من تأکید کردم که دوستانی که ور میدارن فقط مایع ظرفشویی استفاده میکنن برای شستن سبزیجات و میوه‌جاتشون و فکر میکنن که این کار درسته و الان تموم شد، من این میوه و سبزی رو کامل ضد عفونی کردم، این کار درست نیست. مایع ظرفشویی هیچ قدرت میکروب کشی نداره. انگل زداییش هم گفتیم داری چی کار میکنه، گفتیم لیز میکنه، تخم انگل رو میرن ته ظرف تهنشی میشن. وقتی ته ظرف هم تهنشی میشن حواستون باشه سبزی رو که میخواین بردارید دوباره بر نگردونید تمام تخم انگل هم دوباره بیاد روی سبزی، سبزی رو از روش بر میدارید. این که میگم اپیزود شماره 2 سبزیجات رو گوش بکنید، من تمام نکات رو گفتم اونجا، گفتم اینا رو. خب حله تموم شد، به هم یه بازخورد بدید در مورد روغن ها، که الان که در مورد روغن ها صحبت نمی کنیم، که در مورد روغن ها تو مبحث روغن ها، در مورد روغن ها که خیلی صحبت کردیم، که در مورد روغن کنجد و زیتون این همه من صحبت کردم. برید ببینید آیا کامل تر از روغن زیتون من پیدا میکنید. چند تا فایل من در مورد روغن زیتون صحبت کردم. چشم آقای دکتر، دیدم پیغامتون رو، کامنتتون رو. در مورد ماهی ها هم صحبت میکنیم. بله ماهی ها هم خیلی سوال میپرسن. فکر میکنم سوالات جواب داده شد. خب امیدوارم که لایوی که برگزار کردیم براتون مفید بوده باشه. حتما براتون در مورد اسپناج صحبت میکنم، الان یادم اومد که اسپناج هم حرف و حدیث در موردش زیاده. در مورد کرفس که صحبت کردیم در لایو خورشت کرفس، اسپناج هم در نظر دارم که به زودی براتون یک نکته جالب در مورد اسپناج بگم. مرسی، مرسی از حضورتون، مرسی آقای دکتر از حضورتون. میدونم که خسته هم بودید، لایف هم داشتید، حضورتون برام خیلی ارزشمنده اینجا. مرسی که بودید همراهمون و مرسی از همه دوستانمون که همراهمون بودن. اگر که باز نظری دارید حتما نظراتتون رو برام دایرکت بکنید، امیدوارم که برسم و ببینم نظراتتون رو. خوب و خوش باشید هر جای دنیا که هستید. انشالله تا هفته بعد لایو دیگه از نکته روی کامنتمون روز پنجشنبه. حالا شاید وسط هفته هم یه لایوی داشتیم، حالا ببینیم چطور پیش میره کارا. شبتون بخیر، روزتون بخیر هر جای دنیا که هستید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.